بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه. من مهربان هستم، اینجا سبقته. اومدیم قلمچی ها رو براتون حل کنیم، قلمچی 19 آذر و سوالات 12 همشو. بچه ها چطورین همه؟ نه کی میاد برام پیام گذاشتی ببخشید که جواب ندادم، خواستم بیام اینجا به جواب بدم. خیر، ما هنوز 11 همو شروع نکردیم. انشالله این هفته اگر که فرصتی بشود بنده 11 هم رو آغاز خواهم کرد. خب بریم بچه‌ها سراغ سوال قلمچی. خب راجع به بچه‌ها قلمچی 19 آذر این دفعه بگم که یه مقدار سوالا غیر استاندارد بود واقعیتش، و ضمن اینکه شما اصولا اینجوری نیست که مثلا توی حالت طبیعی با 10 تا 15 تا سوال ژنتیک پشت سر هم مثلا بخواید سوالا رو حل کنید و اینها. واسه همین خیلی نگران نشید اگه مثلا سوالا رو خیلی خوب جواب ندادی. شاید خوب جواب دادی. چیکار کردی؟ مثل این بچه های حضوری من عالی جواب دادی یا نه؟ این در من عمل درصداتون رو میتونی بگین؟ نه دیگه، کی درصداشو میگه الان؟ سلام آمی، اصلا امکان داره مگه شما درصداتون رو بگین؟ عمره. خب بچه بریم سراغ سوالات. یکی دوتا سوال هم مشکلاتی داشتش که خب اونا رو حل نمی کنیم و سوالاتی رو حل می کنیم که مشکل خاصی ندارند. بریم اینجا یک کمی بزرگتر، یک کمی آها. کدام عبارت میتواند در ارتباط با نوعی مولکول نوکلئیک اسید تک رشته‌ای صحیح باشه که امکان مشاهده آدنوزین در آن وجود داره؟ خب نوکلئیک اسید تک رشته‌ای بچه‌ها چی؟ آر ان ای. خب گوش بریم بچه‌ها، خیلی ساده. آنزیم رنابسپاراز ساخته شده در سیتوپلاسم به دنبال گذر از منافذ موجود در قشاهای هسته از این مولکول رونویسی میکنه؟ الزاما نه. اصلا ممکنه اصلا این آر ان ای برای مثلا باکتری باشه. درسته؟ درست شد؟ خب آنزیم هلیکاز در ابتدای فرآیند همانندسازی این مولکول آر ان ای و همانندسازی ندارد. پس یک و دو غلط. آنزیم دنابسپاراز طی ساخت این مولکول در دوراهی‌های همانندسازی، طی ساخت این مولکول دنابسپاراز، این آر ان ای بچه‌ها. 4 بسپارها یا همون پلیمرهای موجود در ریبوزوم به هنگام ساخت رشته پلی‌پپتیدی از اطلاعات قرار گرفته در توالی‌های سنوکلئوتیدی این مولکول میتواند استفاده بکند. بهتر بود بگه میتواند استفاده بکند. در نتیجه گزینه 4 جواب صحیح ما. سوال 122. بچه شکل روبر ساختار عمومی نوعی مونومر رو نشون میده. این مونومر در ساختار ترکیبی که فلانه دیده میشه. چی میشه؟ هیچ، جالبه. این چیه بچه ها؟ آمینو اسید. آمینو اسید. نادرستی و حواستون باشه. آمینو اسید در یاخته های خونی و گرده ها در ساختاری دیده میشه که در خونریزی شدید، درسته؟ این سلولا رو دربر میگیره و درپوش ایجاد میکنه بچه ها. اصلا درپوش و خونریزی شدید با هم جور در نمیان. پس همین گزینه 1 درسته، یعنی نادرسته. حفظ فشار اسموزی خون و جابجایی برخی داروها، بله، پروتئین های خوناب در برخی واکوئول ها ذخیره میشه، مثلا گلوتن، پروتئین دیگه. میتونه با جذب آب ماده مخاطی در لوله گوارش ایجاد کنه. موسین که نوعی گلیکوپروتئینه. پس 2، 3 و 4 کاملا صحیحن. 123. در صورتی که نوعی آنزیم در بدن انسان سالم و بالغ، بچه ها ببین، در بدن انسان سالم و بالغ فلان به طور معمول اگه در دمای 34 درجه فعالیت کنه، ممکن نیست بهترین فعالیتش نشون بده. چرا ممکن نیست؟ مثلا بیزه ها، به طور مثال آنزیم های بیزه ها باشه در دمای 34 درجه فعالن، پس ممکنه که بهترین فعالیتشون رو انجام بدن. اونی که برای فعالیت خوش مواد کمک کننده نیاز داشته باشه از کوانزیما کمک میگیره؟ ممکنه نه، به طور معمول نه. اونی که سرعت نوعی واکنش شیمیایی در اون سلولی افزایش میده در این واکنش مصرف نمیشه؟ بله بچه ها، میدونید که آنزیم ها در واکنش ها مصرف نمیشن. حالا اگه امکان برخورد مناسب مولکول‌ها رو در واکنش افزایش بده، انرژی فعالسازی رو کم میکنه یا زیاد میکنه؟ کاهش میده. پس اینا
غلط. کی داره جواب نمیده؟ به من بگید ببینم. همه بچه یه دونه یک بفرستین. نه کاش یک نمیفرستین چون ممکنه با جواب ها قاطی شه. باش میگفتم 500. حالا دیگه فرستادین دیگه. اوکی مرسی. چند مورد جمله ای زیرا به نادرستی تکمیل میکنه؟ بچه ها چند مورد نادرسته؟ خب اینجا ببینم جواب پیشتون یا نه. آیسا مطمئنم جواب پیشته. در سلول های سطح درونی بخش کیسه ای شکل لوله گوارش. بخش کیسه ای شکل لوله گوارش مثل همیشه میدونید که میشه معده. در سلول های سطح درونیش یعنی سلول های پوششی همون استوانه ای ها. بسپارهای موجود در ساختار بزرگترین کروموزوم هسته ای. بسپارهای موجود در این ساختار چی هم بچه ها؟ چی هم؟ پروتئین یعنی همون هیستون و دی ان ای دیگه. راجع به پروتئین دی ان ای. همشون با پیوند فسفودیستر نه. پروتئین ربطی به فسفودیستر نداره. بعضیشون شکل مشخصی دارن که میتونیم به کمک پرتویکسون رو تهیه کنیم. همشون. اینم غلط. همشون در اولین مرحله چرخه یاخته‌ای در پی فعالیت آنزیم دنابسفاراز. این فقط برای دی ان ایه. اینم غلط. بعضیشون فاقد انشعابن و هر رشتهشون در دو سر خودش دارای دو گروه متفاوته. بچه ها این درست یا نه؟ دال درست یا غلطه؟ آره تو فعالی فقط. هیچ کی جواب نمیده. هیچ کسی جواب نمیده. بچه ها نمیشه بعضیشون فاقد. خب همشون فاقد انشابن و البته در مورد هیستون شما چیزی نمیدونین. در نتیجه گزینه دال هم غلط هست. دوستان گرامی کوچیکه، خب سوالا رو با خودتون ندارین؟ این همه ملت اینجا هیچ کدوم جواب نمیدین؟ بله این هم از این. یه وقتی جواب نمیدین چه میشه کرد؟ دوستان گرامی خب بچه ها سوال 125 یک کمی هم همکاری کنید تا بریم به سوال ژنتیک برسیم یه کوچولو زیباتر میشه. خب 125 کدام گزاره فرآیند همانندسازی رو بچه ها در مولکول های وراثتی در یاخت های پارانشیمی ذرت راجبش صحیحه؟ در پی ایجاد ساختارهای وای شکل نخستین پیوندهای هیدروژنی میشکنه؟ نه، اول هیدروژنی ها میشکنه بعد وای شکل. پس یک غلط. امکان قرارگیری دو نوکلئوتید واجد یعنی دارای باز عالی نیتروژن داره دو حلقه ای در مقابل هم وجود نداره بچه ها؟ امکان قرارگیری دو نوکلئوتید واجد باز عالی نیتروژن داره دو حلقه ای در مقابل یکدیگر در دو رشته دنا وجود داره یا نداره بچه ها؟ چرا زکریا گفتی قطعا چهار اومدیم و دو شد؟ ممکنه البته اینو قرار بگیره ولی چی بشه بچه ها؟ ولی اصلاح بشه. میتونه اینم غلط باشه. همه این نوکلئوتیدهای مورد استفاده آنزیم دنابسفاراز تنها واجد یک گروه فسفاتن؟ نه، اما پس از تشکیل پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئوتید جدید با مکملش در رشته دیگه پیوند فسفودیستر برقرار میشه. حق با بچه ها بود که گفتن گزینه 4 میشه. آره خداییش تکر یا راست میگی تابلو. خب بیاییم بچه ها 126. در حالت طبیعی در ارتباط با یه صفت تک جایگاهی دارای دو علل. خب تک جایگاهی دارای دو علل در حالت طبیعی امکان نداره علل نهفته به تنهایی قادر به بروز صفت باشه. مثلا یه آقایی باشه هموفیل باشه. امکان داره دیگه. پس یک غلط. راحت. دو، امکان داره که فرزند هر دو عللش رو از یه والد دریافت کنه. و
بله مثلا کرم کبد، اونا که هرمافرودیت مثلا اجباری هن که حتما نر و ماده داخل خودشون هست و خودشون رو بارور میکنن مثلا. یا اصلا چی بچه ها؟ یا چی رو میگید؟ یا مثلا بکزایی، درسته؟ بکزایی مثلا مار. پس دو امکان داره، امکان داره فردی با ژنوتیپ ناخالص رخ نموده نهفته بروز بده. نه، اگه ناخالص باشه دیگه نهفته رو بروز نمیده بچه ها، درست شد؟ پس این غلط. امکان نداره انواع ژن نمودها بیش از دو برابر انواع رخ نمودها باشه. چرا امکان داره؟ مثلا تو همین هموفیلی، درسته؟ انواع ژنوتیپ ها بیشتر از دو برابر انواع فنوتیپ ها. مثلا انواع فنوتیپ ها سالم ناسالم، یعنی سالم بیمار، انواع ژنوتیپ ها بچه بیش از دو برابرشه. برای خانوم ها 3 نوع ژنوتیپ داریم، برای آقایون 2 نوع ژنوتیپ داریم، میشه 5 نوع، در صورتی که اینا 2 نوع. مثلا هموفیلی. پس برای این گزینه 2 جواب صحیح ماست. 127 بچه هستیم با من؟ مرسی که هستیم. بچه این فرایند رو داره راجب همانندسازی صحبت میکنه دیگه. همانندسازیه که نمیدونید برای پروکاریوت یا یوکاریوت. میگه اگه این فرایند در دی ان ای متصل به غشاء سلول انجام شه، یعنی تو پروکاریوت، آیا همواره آخرین پیوند فسفودی سل در نقطه مقابل ایه؟ نه، ممکنه کنار ای باشه. مثلا بنابراین گزینه غلط. اگر در یه یوکاریوت مثل این بنیادی میلویدی انسان انجام شه، ممکن نیست در محل فعالیت آنزیم 2 نوکلئوتیت های ریبوزدار مشاهده بشن. چرا؟ اصلا تو هسته، پس غلط. اگه مربوط به بخشی از آزمایش های مزلسون استال باشه برای ایکولای، باز شدن مارپیچ دنا برخلاف جدا شدن پروتئین های ماده وراثتی توسط آنزیم 3 انجام میشه. بله، هلیکاز دیگه، باز شدن توسط آنزیم 3 انجام میشه. گزینه 3 جواب صحیحمونه. در سلولی که میتونه تنظیم نقاط آغاز همانندسازی انجام بده، یعنی یوکاریوت، ممکنه با این آنزیم با آنزیم 1 با همکاری آنزیم های دیگه هیستونا رو از کروموزوم ها جدا کنن. نه بچه، این آنزیم فقط میاد دی ان ای میسازه، اون هیستونا جدا کردن آنزیم های دیگه ای کار رو انجام میدهن. 127 گزینه 3. صد و بیست و هشت بچه ها، چند تا نامناسبه؟ 128؟ بگیم 128 بگیم چه خبره؟ اول کیم باری کرده، کیمیا خوب گفت، آفرین. 4 مورد، آیسان باری کلا، زکریا باری کلا. خب، دقت کنیم بچه ها. تنظیم بیان ژن هر سلول دارای دناهای حلقوی، یعنی حالا یا میتونه یوکاریوت باشه یا پروکاریوت. گلوکوز مالتوز برای پروکاریوت. همه نوکلئوتید های رشته الگو رونویسی میشن یا نمیشن بچه ها با اتصال رنابسپاراز به توالی راه انداز؟ همه نوکلئوتید های رشته الگو توسط آنزیم رونویسی میشن. چشم فرا برو چشم. به این صورت نیست. پس گزینه این الف غلط، دو هم غلط، به هم غلط. بعد از اتصال قند شیر به مهار کننده، این برای پروکاریوته، درسته؟ با اتصال عوامل رونویسی، این برای یوکاریوته. دقت کنید بچه ها، به همین راحتی پروکاریوت یوکاریوت پروکاریوت یوکاریوت هضم میشه. به طور حتم اگه نمی نوشت اوکی بود. پس چهارتاش هم غلطه. خب بزنیم فرهاد ببینیم چی میخواد. 127 و میگه در سلولی با توانایی تنظیم تعداد نقاط مشابه ای، یعنی یه سلول باشه بتونه تعداد نقاط آغاز همانندسازیشو تنظیم کنه، مثل سلول یوکاریوت. خب تو یوکاریوت آیا دنابسپاراز یا دی ان ای پلیمراز میاد هیستونا رو جدا میکنه؟ نه فراد، دقت کردی؟ پس گزینه غلط. 129
در ارتباط با تنظیم رونویسی ژن‌های مربوط به تجزیه لاکتوز و مالتوز در باکتری ایکولای. همزاد جان یه آب جوش برام میارید لطفا؟ دست درد. در ارتباط با تنظیم رونویسی ژن‌های مربوط به تجزیه لاکتوز و مالتوز. بچه‌ها این سوال بدی نیست. سوال خوبیه. به خاطر چی میگم؟ بخاطر اینکه یه کوچولو سوالش کنکوریه. درست شد؟ یه کوچولو سوالش چیه؟ کنکوریه. خب آقا در ارتباط با این قضیه تنظیم رونویسی چند مورد از اتفاقاتش پیش از رونویسیه، چند موردش بعد از رونویسیه؟ ببینیم چند مورد پیش از رونویسی، چند مورد بعد از رونویسی. بچه یه سری اتفاق داده، 4 تا. خب میخواد بدونه کدومش قبلشه کدومش بعدشه. کیمیا داره میگه دو تاش بعدش و دو تاش. خب کدوم ها قبلشه کدوم ها بعد؟ درسته که گزینه رو درست جواب دادیم، ولی الف و بش هم بگیم. اینجا میگیم بچه تغییر شکل پروتئین مهار کننده در زمان اتصال آرنه پلیمراز به توالی نوکلئوتید ویژه، وقتی تغییر شکل میده یعنی بعدشه دیگه. درسته بچه ها؟ پس بعد اتصال انواعی پروتئین به جایگاه اتصالی قبل از توالی راه انداز، این قبلشه بچه ها. اتصال مالتوز به فعال کننده چیه بچه ها؟ مالتوز به فعال کننده قبلشه، چون هنوز رونویسی شروع نشده دیگه. عبور مقادیر زیاد قند شیر از قشرهای متصل به دی ان ای جاندار چیه بچه ها؟ بعدشه دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه رونویسی در این قضیه لاکتوز، حواستون باشه بچه ها تو اپران لک یا اپران لاکتوز به این صورت بود که آرنه پلیمراز وصل می شد به راه انداز، نمیتونست حرکت کنه، یعنی مرحله اول رو انجام داده بود. پس این میشه بعد از انجام مرحله اول رونویسی. پس دو تا قبلش، دو تا بعدش. درسته؟ دقیقا. مرسی زکریا، ممنون. ما اگه چند نفر رو سر کلاس نداشتیم دیگه اصلا من سر کلاس نمی اومدم. البته من دارم سریع حل میکنم آقا بچه. یکی آیسان، یکی زکریا، خداییش دیگه نمی اومدم. ببین به همین راحتی. صد و سی رو دیگه جواب بدیم بچه ها. ببینم اونایی که جواب پیششونه خواهشن نگن، واقعا خدا برامون نگرشون داره. صد و سی؟ باریکلا، آفرین. خب بچه ها میگه بخشی در یاخته های مریستمی گیاه توت فرنگی یافت شده که بیشتر حجم سلول به خودش اختصاص داده، یعنی هسته. خب کدوم گزینه در رابطه هسته نادرست؟ انواعی از آنزیم های پلیمرازی میتونن درونش به تولید نوکلیک اسید فاقد قند دیوکسیریپوز، یعنی رنا. بله این درست. انواعی از آنزیم های درونش میتونن با هم فعالیت کنن، یه رشته پلینوکلوتید جدید رو ایجاد کنن. بله مثلا همانندسازی. انواعی از مولکولای پروتئینی درونش میتونن برای تنظیم فرآیندهای مرتبط با بیان ژن به نواحی خاصی از دی‌ان‌ای وصل بشن. بله مثلا عوامل رونویسی. انواعی از رشته های پلیپپتیدی درونش میتونن بر اساس رمزه های سنوکلوتیدی ام‌آر‌ان‌ای بیان توسط ریبوزوم ساخته بشن. بچه پروتئین سازی کلن روی چی؟ تو چیه؟ تو سیتوپلاسمه، تو هسته نیست. از 4 غلطه، یعنی جواب ما هست. سخت بود بچه ها؟ ساده است. 131 در رابطه ها مراحل مختلف ترجمه. آره کدوم گزینه بچه ها صحیحه؟
گزینه بازم شک کردم شما جواب رو داری. خب در هر مرحله از ترجمه یه یاخته کبدی یعنی یوکاریوتی که حالا کاری به یوکاریوت پروکاریوتش هم خیلی نداری، در هر مرحله از ترجمه که آرنه ناقل یعنی تی آرنه وارد جایگاه ای نمیشه، کدوم مرحله رو میگه بچه؟ آغاز و پایان. رنای ناقل متصل به پلیپپتید در جایگاه پی قرار میگیره. ما تو آغاز بچه ها پلیپپتید نداریم، پس این غلطه. آخرین کدونی که وارد جایگاه ای ریبوزوم میشه به طور حتم دارای دو نوکلئوتید حاوی باز عالی پورینه. بچه ها کدونهای پایان رو میگه. کدونهای پایان چی هست؟ UGA, UAG, UAA. به طور حتم پورین داره دیگه. جیو داره، ایو داره. طبیعتا همشون ایو دارن، پس پورینی دارن، پس گزینه دو درسته دیگه. زیرواحدی از ریبوزوم که دیرتر به مولکول رنای پیک متصل میشه یعنی اون بزرگه، تنها محل ورود و قرارگیری رناهای ناقله. نه بچه، اون بزرگه میتونه مثلا محل امارنه هم باشه، مثلا به طور مثال، یا محل ورود مثلا عوامل آزاد کننده هم باشه. هر آمینو اسید صحیح جدیدی که وارد ریبوزوم میشه از طریق گروه آمینی خودش بس میشه. بچه حواستون باشه، از طریق گروه آمینی بس میشه. پس گزینه 3 و 4 هم غلط اندر غلط. بریم بچه 132 رو ببینیم کدوم گزینه صحیح نیست. با توجه به محل ساخته شدن پروتئین ها و سرنوشت پروتئین ها که توسط سلول ساخته میشن، کدومش صحیح نیست؟ کدوم صحیح نیست؟ کیمیا میگه 2. حالا فیلم هم بازی میگم مثلا 2 واقعا 2 میشه دیگه. حالا آره مثلا رد گم کنی یه چند تا در میون مثلا به یه غلطی هم بندازی، ولی تا حالا غلط نگفتین. آخه مشکل همینه که من امید ببندم که شما خودتون دارین حل میکنین. خب ذکره که ازم میگه تابلوه باریکلا. بچه ها اونایی که نام کنین سرنوشت پروتئین ها، اونایی که روی ریبوزومای آزاد ساخته میشن یا میخوان تو سیتوپلاس بمونن یا میخوان برن تو میتوکندری کلوروپلاس یا میخوان برن تو هسته، اونایی که میخوان ترشح بشن یا برن تو لیزوزوم یا برن تو واکوول یا مثلا تو قشا قرار بگیرن، اینا میرن کجا؟ اینا میرن توی شبکه اندوپلاس، از شبکه اندوپلاسمی زبر، یعنی اون ریبوزوم های روی شبکه اندوپلاسمی زبر اونجا ساخته میشن، میرن تو دستگاه گلچی. گرفتین؟ پس 1 محصول نهایی بیان ژن علل بارز دی، یعنی اونه که رو قشا میخواد باشه، همانند پروتئین ایجاد کننده بیماری سلیاک یعنی گلوتن که میره توی واکوول توسط رناتنهای مشابهی ساخته میشه. بله این درسته، این درست، پس غلط نیست. آنزیمای متصل کننده کربوهیدرات‌های گروه خونی، همانند اولین پروتئینی که ساختارش کشف شد. بچه اولین پروتئینی که ساختارش کشف شد چی بود؟ میوگلوبین. خب میوگلوبین میخواد تو سلول بمونه، درسته؟ پس این درون ریبوزومای آزاد ساخته میشه، پس این همانند نیست و غلط. اینم پس گزینه صحیح ماست. پروتئینی که در اشک لیزوزیم که بخواد ترشح بشه دیگه، برخلاف آنزیم رونویسی کننده ژنش در شبکه اندوپلاسمی دیده میشه. بله آنزیمای گوارشی کافنده تن، همون روی ریبوزومای شبکه اندوپلاسمی، برخلاف پروتئین های مؤثر در تقسیم سیتوپلاسم یافته جانوری توسط رناهای آزاد در سیتوپلاسم تولید نمیشوند. درست؟ خیلی جالب. چکار کنم مثلا چت خصوصی کنم؟ فرقی نمیکنه که، جواب میدین دیگه. خب 133 بچه کدوم صحیحه؟ 133 اگر تو که شرکت نمی کنی پس چجوری اینا همه رو درست جواب میدی؟ خب نوعی از مولکول آرنهی که اطلاعات رو از دی ان ای به ریبوزوم میرسونه یعنی ام ار ان ای،
حتما بعد از ساخته شدن تنها برای تولید یک نوع پروتئین مورد استفاده قرار میگیره، نه ممکنه چند ژنی و چند پروتئینه باشه اون مثلا mRNA بچه. پس این غلطه. اونی که پس از رونویسی دچار تغییراتی میشه، درست؟ برای یعنی کی بچه ها؟ کیو داره میگه؟ میتونه تی آر ان ای باشه، میتونه آر، میتونه ام آر ان ای باشه. اینا بعد از رونویسی دچار تغییرات میشن. برای فعالیت خودشون از منافذ موجود در غشای هسته وارد سیتوپلاسم میشن، ممکنه بس هسته نباشه اصلا. مثلا تی آر ان ای تغییر کنه ولی تو پاک باکتری باشه. فاقد رمزه های آغاز و پایان هستش یعنی کی؟ یعنی آر آر ان ای و بچه ها تی آر ان ای. حذف توالی های رونوشت اینترونی از آن پس از رونویسی مشاهده نمیشه. بله. چرا؟ چون آر آر ان ای و تی آر ان ای دیگه پیرایش ندارن. جدی باری کلا میگه درسنامه خود شما رو با درسنامه دبیر خودم ترکیب میکنم بعد تست میزنم. خوب کاری میکنی، خیلی هم عالی، خوب میزنی. ولی مرسی آیسان، شما لطف داری، ممنون. خب توانایی اتصال به مولکول رنای پیکو داره، یعنی کدومو داره میگه؟ مثلا هم میتونه بچه ها تی آر ان ای رو بگه، هم میتونه مثلا رناهای کوچک مکمل رو بگه مثلا. خب فاقد توالی AUC، نه میتونه توالی AUC داشته باشه، لزوما اینطوری نیست، خیلی ساده. پس گزینه سه جواب صحیحمونه. بچه 134، دریافته تثبیت کننده نیتروژن در ساختار دنبرگ گیاه گونرا کدوم سلول رو میگه؟ همون سلول های سیانوباکتری رو میگه. سیانو باکتری که اینا تثبیت نیتروژن هم انجام میدن. خب یعنی یه پروکاریوت. کدام عبارت در رابطه با مرحله ای از رونویسی که میتونه همراه با اتصال ریبوزوم به آرنی باشه بچه ها؟ صحیحه، دقت کنید، همراه با اتصال. حالا میتونه این طویل شدن باشه، میتونه پایان باشه، میتونه مرحله طویل شدن باشه، میتونه پایان باشه. ممکنه قبل از شناسایی توالی خاصی از دی ان ای توسط همارنا بسپاراز باشه، مثلا شناسایی توالی پایان، ممکنه قبل از شناسایی توالی پایان باشه، یعنی قبل از این باشه که آر ان ای کلا ساخته بشه، جدا بشه. اه همین درسته؟ به نظر میرسه همین درسته. همانند اولین مرحله ترجمه، ایجاد پیوند هیدروژنی بین رشته رنا و دنا مشاهده میشه. بچه تو مرحله ترجمه ما پیوند هیدروژنی بین آر ان ای و دی ان ای نداریم. ما اصلا تو ترجمه دی ان ای نداریم. درست شد؟ پس غلط. برخلاف دومین مرحله از ترجمه، پیوند میان اتم کربن و اتم نیتروژن شکسته نمیشه. دست داده که بچه ها ما توی مرحله طویل شدن ترجمه هم پیوند پپتیدی رو که نمیشکنیم. ما اصلا تو ترجمه پیوند پپتیدی نمیشکنیم، پیوند پپتیدیه. درسته؟ پیوند مثلا پپتیدی بین کربن نیتروژن دیگه. برخلاف مرحله قبل از آن، قطعا رنوبسپاراز بدون شکستن پیوند هیدروژنی حرکت میکنن، در صورتی که بچه ها رنوبسپاراز بدون پیوند شکستن پیوند هیدروژنی حرکت نمیکنه. این از غلط، این هم غلط. گزینه یک جواب صحیحمونه. خب بچه داریم به ژنتیکا نزدیک میشیم ها، داریم میرسیم برای ژنتیک ببینیم که چه خبره. قطعا هم که استراحت نمیخواین چون خسته نشدین، مشخصه بچه، خسته نشدین؟ نه بابا، چیزی حل نکردیم که خسته بشین. کدام یک از گزینه های زیر از نظر درستی یا نادرستی مخالف جمله زیره؟ قبلا گزینه دو این سوالا رو میداد، حالا قلمچی هم میده. آرنه یک بچه ها اینه، A آرنه A و B، الان کدومش قدیمی تره؟ A. میگه آرنه A در مقایسه با B به توالی از دنا که مشخص میکنه رونویسی این رناها از کجا آغاز شده نزدیک تره. در صورتی که A نسبت به اولی، نسبت به
نقطه شروع رونویسی دورتر از بیه، یعنی بی نزدیکتره، پس جمله غلطه. جمله غلطه. حالا بگین درست رو پیدا کنیم. ساده. بگین درست رو پیدا کنیم. برای هر ژن خاص توالی های معینی از رنای ساخته شده جدا و حذف میشه. اینجوریه بچه ها؟ نه لزومن. یعنی منظورش اینه که کلن بحث پیرایش اتفاق میفته و دستاتی که هر ژن اینجوری نیست. پس گزینه یک غلط. بعد جمله درست رو پیدا کنیم. آرنه رونویسی شده از روی رشته رمزگذار. بچه ها از روی رشته رمزگذار با رونویسی انجام نمیدیم. از روی چی انجام میدیم؟ از روی الگو. اینم غلط. یکی از تغییراتی که آرنه پک در حین رونویسی دوچار آن میشود بعد از رونویسی. بچه ها بعدش حذف میانه ها. اینم غلط. چهار درسته. در مرحله طبیعی شدن رونویسی امکان برقراری پیوند هیدروژنی بین تی و ای همانند ای و یو وجود داره. بچه ها در حین طبیعی شدن میتونه هم بین تی و ای پیوند برقرار بشه. درسته؟ به معنی هیدروژنی ها. هیدروژنی بچه ها. همینطور میتونه بین ای و یو هم برقرار بشه. خیلی ساده. بچه ها فهمیدین همگی؟ راحت حرف دارم میزنن. کلن اصلا مهم نیست. خب. صد و سی و شیش بچه ها. میگه از ازدواج مرد سالم. خب. پیدا میشه؟ مرد سالم. اصلا بعیده باشه. بچه ها مرد سالم میشنازی؟ ژنتیک بله. ژنتیکی فقط هست. نمیدونم. شاید واقعا بعیده. خب. ولی زن سالم پیدا میشه. قطعا زیاده. همه تون هست. از نه همه مرد هست. حالا ببخشید. چی؟ آه باز ژنتیک. آره کیمیا. نه شما همه تون سالم اینو که. مرد سالم با گروه دردسری شد. بچه‌ها گروه اولا که برای بحث هموفیلی ببین میگه مرد سالم با گروه خونی A، زن سالم با گروه خونی B. این خانواده دو فرزند بیمار داره. سلامتن ولی چیه؟ دو تا فرزند بیمار داره. شایع‌ترین هموفیلی رو داره یکیش. خب ناخوین بچه‌ها اگه مرد سالم باشه یکی از فرزنداش شایع ترین نوع هموفیلی داشته باشه قطعا اون فرزنده دختر نیست، قطعا پسره. چرا؟ به خاطر اینکه دختر باید هر دوتا علل بیماریشو از یکی از پدر یکی از مادر بگیره. خب از پدر اگه میخواست بگیره که پدر سالم نمیشد، پس این چیه؟ این دختره. و فرزند دیگر ببخشید این پسره. اصلا میگم اشتباه نوشتم، برعکس نوشتم، خودم گفتم برعکس نوشتم. پس این پسره. درسته؟ و فرزند دیگه فنیلکتونوری داره، یعنی پیه کوچیک پیه کوچیکه. اگه گروه خونی فرزند اول او باشه، یعنی اینا آ او هن ب او هن سلامتن، یعنی پدر اینه آ اوه مثلا و مادر اینه سالمه دیگه، چون یه فرزندشون هم هموفیلن حتما علل هموفیلی رو داره. تولد کدوم غیر ممکنه؟ بچه برای اینکه کار خودتون راحت کنین اول چون پدر سالمه هموفیله بگردید دنبال دختر بیمار. اگه دختر بشته بود اون گزینه غیر ممکنه. از گزینه 4 که زکریا میگه شروع کنیم. میگه فرزندی بدون کروموزوم ایگرگ، این یعنی دختره دیگه، در کاریوتیپ خود با عدم توانایی تولید عامل انعقادی شماره 8، یعنی هموفیل. دختر هموفیل که نمیتونه باشه، پس گزینه 4 غیر ممکنه. تموش. دختر میتونه فنیلکتونوری باشه؟ بله. اگه این دوتا پیه بزرگ پیه کوچیک باشن دختر میتونه فنیلکتونوری باشه و میتونه او او باشه. فرزند میتونه هر دو نوع بیماری رو داشته باشه؟ بله. یه پسری باشه هموفیل باشه فنیلکتونوری، بعد میتونه آ و ب هم باشه، آ ب باشه. پسر میتونه سالم باشه؟ بله، به خاطر اینکه یه اچ بزرگ از مادر بگیره یه دونه از پدر و دارای کربوهیدرات های آبه باشه. سخت بود بچه ها؟ خیلی ساده. یه ژنتیک خیلی ساده. کیمیا هنوز هم برای تو سخته؟ مجموعه کارگاه ژنتیک بذاری.
یه کارگاه ژنتیک بزنیم مسئله حل کنیم. یه کمی باید زیاد کار کنی تا بیشتر یاد بگیری. بچه ها 137 138 رو حل نمی کنم به این خاطر که سوالش مشکلاتی دارد، حس می کنم که سوال غلطه و اون گزینه ها غلط داره، مقدم گزینه خودش جواب ده، مثلا این قابل فعلا حل نمی شود. 137 بچه ها حل کنید، ببین 137 رو، 137 مامزده است، بازم برای گروه خونیه. خب میگه یه مردی گروه خونی آ داره، خب و در روند لخته شدن خونش اختلالی نداره، حالا میتونه XH بزرگ باشه. یه زنم سالمه که مادرش هموفیله، یعنی خانم سالم هست ولی علل بیماری رو داره. بازم بچه ها چون مرد سالمه دیگه دختر بیمار نمیتونه بده، خب میگه در ارتباط با این صفت ها تولد کدومشون قطعا امکان پذیر نیست. اول بگن دنبال دختر بیمار، نوشته دختری مبتلا به بیماری مشابه مادر بزرگش، یعنی هموفیل. خب این غلطه، نمیتونه باشه. پس جیم یکیشه، پس یک غلط درسته، دو هم غلط، یا سه یا چهار درسته. خب دالو ببینیم، پسری سالم دارای علل لازم برای ساخت آنزیم ای بر روی کروموزوم شماره یک، یا خدا این آنزیم اصلا بر روی کروموزوم شماره چیه بچه؟ نهه، درست شد. پس جیم و دال اصلا ساده بود واقعا. این جور سوالای طولانی رو بچه ها حل کنید، سوال که طولانیه جوابش ساده است، خیلی ساده است، درست شد. 139 در یک خانواده مادر سالم ای مثبته، چه گیری دادن به فلان. آها بچه ها این سوال، این سوال من واقعا البته طراح این سوال میشناسم راستش، البته من واقعا نمیدونم طراح این سوال آیا نشسته کتاب درسی رو نگاه کنه یا نه. خب قطعا نگاه کرده. خب بعد تو جوابای تشریحی نوشته بچه ها دقت کنید، ما چند نوع دوقلوی همسان داریم، دوقلوهای همسانی که کوریون مشترک آمنیون مشترکن، یا کوریون جدا مثلا آمنیون مشترکن، یا مثلا کوریون جدا کوریون مشترک آمنیون جدا، همچین چیزی که من بعدا میرم توی سیستم فصل 7 کتاب 11 بهتون میگم. ولی بچه ها این که این دو قلوهای همسان کوریون مشترک باشن یا آمنیون مشترک باشن، این اصلا کتابتون نیورده اینو. درسته کتاب شما پرده کوریون جفت و پرده و محفظه آمنیونی رو راجع بهش صحبت میکنه و میگه دو قلوهای همسان اینجوری هن، دو قلوهای ناهمسان هم اینطور هن و بهتون میگه، بله میدونم آیستان تو بلدی، بهتون میگه و میگه بچه ها نگاه کنید دوقلوهای همسان بر اساس یه سری صفات ممکنه متفاوت باشن، مثلا اثر انگشت تو فعالیت، ولی دیگه کوریون مشترک آمنیون نمیگه بهتون. ولی نکته خیلی مهم اینجاست که حواستون باشه بچه ها، اگه دوقلو ناهمسان باشه قطعا کوریون و آمنیون جفتیشون جدا، درسته؟ اگه ناهمسان باشه قطعا کوریون آمنیون جدا، یعنی اگه به یه کوریون مشترک قطعا دوقلوها چی هن؟ همسانه. خب حالا بریم ببینیم بچه ها کدوم درسته. سوال 139 میگه در یک خانواده مادر سالم ای مثبته، حتی بچه ها من آروم حل میکنم و این خیلی ساده تر از این حرف هست. مادر ای مثبت سالمه، پدر به مثبته، فرزند دخترشون هموفیله، پس پدر هموفیله. دقت کنید بچه‌ها، ناخن دیگه یاد گرفتین، گوشتون آشناست، وقتی دختر هموفیله قطعا پدر هموفیله، وقتی مادر سالمه قطعا این مادر ناقله و او منفیه، پس در نتیجه
بخوایم درست بنویسیم ژنوتیپ پدر مادر رو اینجوری مینویسیم، مینویسیم آ او، اینجا هم مینویسیم ب او، چون او داده دیگه، درسته؟ ولی مثبت هم هستن، پس مثبت ناخالصن چون دخترشون منفی شده. اگه مادرشون دوقلو باردار باشه بعد از یه دختر، حالا یه دوقلو بارداره میشن سه تا بچه، دمش هم گرم، هنری دارن واقعا، سخته ولی بچه واقعا شیرینه. خب کدوم صحیحه بچه ها؟ درباره جنین ها، اگه هر دوشون دارای گروه های خونی با ژن نمود کاملا مشابه باشن، لزوما میتونیم بگیم از نظر صفت هموفیلی هم مشابهن؟ نه، ممکنه گروه خونیشون مشابه باشه ولی هموفیلی ممکن ناهمسان باشن، متفاوت باشن، پس یک غلط. اگه دوتاشون پرده کوریون مشترک داشته باشن، یعنی همسانن بچه. خب از نظر نوع علل های گروه خونی بر روی بزرگترین کروموزومی هستهی مشابهن، تفاوت ندارن، و دو هم غلط. یکیشون اگه هموفیل خالص باشه دیگه ناخالص، از دو یاخته تخم مجزا و فاقد ژن‌های مربوط به تعیین جنسیت ایجاد شدن. بچه ها اینا وقتی خالص ناخالص میشه یعنی دخترن. چرا میگه فاقد ژن‌های مربوط به تعیین جنسیت؟ مگه ژن‌های مربوط به تعیین جنسیت فقط رو ایگرگن؟ میتونن رو ایکس هم باشن، پس غلط. اما اگه پرده های آمنیون و کوریونشون مشترک باشه، یعنی همسان، از نظر هموفیلی و گروه خونی رخنمود مشابه دارن، بله، ولی از نظر برخی صفت های دیگه، مخصوصا اونایی که تحت تاثیر محیط هم هست، ممکنه متفاوت باشه. گزینه یک وسته کاملا، آره، سوتی نداره، خیلی ساده گفته، خیلی ساده گفته دیگه، شما حل کنید اینو. واقعا 140 هم بچه ها به همین ترتیب، مثل همون سوال چیز 140 مشکلاتی داره سوالش. بحث اسپرماتوسیت رو مطرح کرده ولی نگفته، حالا البته تو جواب گفته کدوم اسپرماتوسیت مد نظر اون اولیه است ثانویه است، ولی سوال درست مطرح نکرده، بعد سوال اصلاح میکرد. ما دیگه درگیر نمیکنیم خودمون رو باش، چون به نوعی سوال غیر استانداردی هست. 141 بچه ها، در رابطه با بیماری هموفیلی کدومش با قطعیت صحیحه؟ اوکی، پدر چی نوشتم؟ هانی اشکالی نداره، اگه برعکس نوشتم اشکال نداره، صورت سوال همونی که هست، یعنی هیچ ربطی به خود گزینه نداره. دقت کنید، چون پدر A باشه یا مادر A باشه تفاوتی نداره، تفاوت فقط اونجاییه که من راجع به صفات وابسته به جنس صحبت بکنم، اون وقت پدر مادر متفاوتن، درسته؟ وگرنه تو اصل قضیه مسئله ایجاد مشکل ایجاد نمیکنه. ولی مرسی که تذکر دادی، ممنون. بچه هموفیل، در رابطه با بیماری هموفیلی، حالا کدوم هموفیلی؟ این نگفته شایع ترین هموفیلی بچه، گفته یه هموفیلی. خب عامل انعقادی شماره 8 ناممکنه اون شایع ترین نباشه. در تولید فیبرین در طی هر نوع خونریزی، بچه توی خونریزی سبک یا سطحی فیبرین تولید نمیشه. یه بار دیگه هم تو همین امتحان بررسی کردو. ژن مربوط به شایع ترین نوع این بیماری تنها از طریق تخمک به پسر منتقل میشه، بله. در سلولای پیکری انسان حداقل دو علل براش وجود داره. بچه ها سلولای پیکری انسان ممکنه گلوبول قرمز هم باشه، گلوبول قرمز که دیگه علل نداره، درسته؟ درسته حسین؟ فرهاد، هانی، کیمیا، آیسان، امید، نیلا، دیگه نخونم از بالا، درسته بچه ها؟ خب 144 142 بچه ها، اینم سوال، این 142 سوال کنکوریه، همون 141 هم بود ولی این خیلی کنکوری تره. میگه ژن‌ها در بدن یک مرد بالغ و سالم، ژن‌های گروهی از صفات برای کروموزوم جنسی X قرار ندارن. کدوما رو داره میگه بچه‌ها؟ اینا داره کدوما رو میگه؟ داره اتوزومیا رو میگه، داره اونایی رو میگه که روی ایگرگن و مثلا میتوکندری هم میتونه بگه.
میتوکنی هم که از مادر به ارث میرسه، درسته؟ چند مورد درباره همه این صفات درسته. زکریا چند تا درسته؟ هیچ کدوم. آفرین آیسان. دو علل مربوط به هر یک از این صفات در طی تولید مثل حداقل از یکی از والدین به ارث رسیده. اصلا بحث میتوکندری دیگه یکی نمیشه، وای هم هیچی. پس الف غلط. اطلاعات این ژن‌ها توسط رناوسپارازهای موجود در همه سلول‌های هسته‌دار رونویسی میشن. نه طبیعتاً، مگه همه ژن‌ها همه جا رونویسی میشن؟ در طی گامتزایی این ژن‌ها میتونن به هر یک از فرزندان پسر و دختر این فرد به ارث برسن. این درست یا نه؟ در طی گامتزایی این ژن‌ها میتوانند به هر یک از فرزندان پسر و دختر این فرد، لزوما بچه ها برای همشون به این صورت نیست، اینقدر گزینه تابلویی توضیح نداره، در همه سلول های هسته دار بدن این فرد، همه، نگفته پیکری، نگفته جنسی. مثلا اگه جنسی ها رو در نظر بگیریم، چون نوشته بچه ها ژن های مربوط به این صفات مشاهده میشه، درست شد؟ نوشته در همه سلول های هسته دار بدن این فرد ژن های مربوط به این صفات مشاهده میشه، در صورتی که ممکنه به این صورت نباشه. اینجا هم پیکری داره میگه هم جنسی، پس چهارتاش هم غلطه. همه بچه متوجه میشین؟ سخت که نیست. مرسی مرسی مرسی. خب بریم 143. آره بچه 143، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسبه؟ در صورتی که فردی مبتلا به نوعی بیماری ویروسی باشه، مثلا دارای گروه خونی آ مثبت باشه و از لحاظ گروه خونی آر اچ، حالا خالص یا ناخالص، و از لحاظ ABO خالص یا ناخالص، میتونیم بگیم در نوع یاخته خونی بالغ و طبیعی این فرد که در مرحله فلان قرار داره این اتفاق میفته. سوال خوبیه بچه، سوال جالبیه. خب اینجا داشته باشیم بچه. میگه در مورد RH بس دیه دیگه، خالص باشه، درست، آمثبته بچه ها، مثبته، برای همین قطعا این ور بنویسیم، یعنی مثبته برای همین قطعا. خب اگه RH خالص باشه، یعنی دیه بزرگ دیه بزرگ باشه، اون یکی ناخالص باشه AO، اینجا ناخالص باشه دیه بزرگ دیه کوچیک، این یکی خالص باشه، این ناخالص باشه، این یکی هم ناخالص، این خالص خاله و آها خالص. خب آیسا میگه سه. آره دیگه کی میاد به همش ژنتیکه، میتونی بری بخوابی دیگه، همش ژنتیکه. گروه خونی گلوبول قرمز علل نداره. متوجه نشدم سینا چی میگی. نه تو گلوبول قرمز ما گلوبول قرمز بارز بالغ ما علل نداریم، گروه خونی داره، ولی توی گلوبول قرمز بالغ ما علل نداریم. خب میگه بچه ها اگه این اینجوری باشه ترکیب ژنوتیپیش، برای سلولی که تو مرحله جی دو قرار داره، یعنی کروموزوماشو دو برابر کرده، بیش از 6 نسخه از علل بارز مربوط به گروه خونی. خب بچه اگه دو برابر بشه این میشه 1 2 3 4 5 6 تا بارز، بیش از 6 تا که نمیشه، مگه مثلا سلول چند هسته‌ای باشه که سلولای خونی چند هسته‌ای نداریم. اگه ناخالص خالص باشه، زمانی که تو آنافاز میتوزه، یعنی اینجوری کروموزوم جدا شده، بیشتر علل‌های بارز مربوط به صفات گروه خونی به یک قطب کشیده میشن. بچه‌ها علل‌های بارز نهفته توی آنافاز تو میتوز مساوی میرن، یعنی اگه اینجا سه تا بارز داریم، 1 2 3، سه تاش میرن سمت این سمت، سه تاش هم میرن سمت این ور،
یعنی توی هر کدوم توی یه سلول. پس اشتباس که بگیم بیشتر علل‌های بارز مربوط به صفات گروه خونی به یک قطب کشیده میشن. درست؟ خب اما اگه ناخالص ناخالص باشه، زمانی که تو متافاز میتوزه دو تا کروموزوم شماره یک، خب دو تا کروموزوم شماره و چهار نسخه از علل‌های نهفته مربوط به صفات گروه خونی در وسط، بچه ها چهار نسخه نهفته، یک، دو، سه، چهار، درسته؟ و دو تا کروموزوم شماره یک هم میتونیم ببینیم وسط، چون کروموزوم ها دو برابر شدن دیگه، پس گزینه صحیح گزینه سه هست. اگه خالص خالص باشه، در جی یک باشه، یعنی هنوز دو برابر نشده، برای پروتئین دی و آنزیم اضافه کننده کربوهیدرات مجموعاً 8 تا علل بارز، 1 1 2 3 4 تا علل بارز داره میگه. چرا 8 تا؟ اونایی که توی چرا 8 تا پس چند تا؟ اونایی که توی جی 1 هنوز دو برابر نشده کروموزومشون. خب حالا یکم این چی میگه، انرژی مثبت به کیمیا بدیم. کیمیا چی میگی؟ خب ان شاء الله میریم حتما، اگه برسیم پنج شنبه، چهارشنبه هم که قلمچیای دهمو میرم. چرا سمانه دیگه حسای منفی تو زد بیرون، چرکا همه زد بیرون، چرا حس منفی داری؟ نه این حسو نداشته باش لطفا. آره خب گزینه سه، ببین وقتی میگه ناخالص ناخالص، حالا این ژنوتیپه، میگه زمانی که تو متافاز میتوزه، یعنی اونو وسطن، خب وسطن هنوزم جدا نشدن، ما دو تا کروموزوم شماره یک داریم دیگه، دو برابر شده کروموزوما یک، و البته اینو بعد یکم اصلاح میکرد چون کروموزوما به هم چسبیدن، و چهار نسخه از علل های نهفته داریم، چون دو برابر شدن اینجا دو نسخه، زمانی که دو برابر میشه میشه 1 2 3 4. درست شد؟ آنی فهمیدی؟ اشکال نداره که میگه اوکی میشی، میخونی اوکی میشی، هیچ نگران نباش. بچه ها 144 و 145 سوال های آسونی هم، 144 و 145. خب در یه خانواده گروه خونی مادر اوه، مادر چیه بچه ها؟ او و مثبت هم هست، پسرش ب، در نتیجه قطعا ب او، و چیه بچه ها؟ و منفیه، بنابراین این دیه کوچیکه، اینم دیه کوچیک، دیه کوچیکه، پس بابای هم حتما دیه کوچیکو داره. خب بابای حتما بچه ها بی رو داره، بابای ببینیم چی نمیتونه. درست شد؟ اوکی، چون مادره الان مثبت، گروه خونی فرزند پسر دیه کوچیک دیگه، این منفیه. خب پدرش نمیتونه دارای علل دیه کوچیک باشه، چرا؟ نه. باباش نمیتونه دو نوع کربوهیدرات گروه خونی داشته باشه، چرا؟ میتونه آبه باشه باباش، مثلا آبه. باباش نمیتونه بر روی هر یک از بلندترین کروموزومای هسته‌ای هر سلول پیکریش یه علل دی داشته باشه، نه بچه، باباش حتما اگه در نهایت دی بزرگ دی کوچیک باشه، خب باید یه دونه، حداقل یه دونش علل دی کوچیک باشه، حداقل باید یه دونش علل دی کوچیک باشه، بس بابای سه رو نمیتونه باشه. آیا بابای نمیتونه از او منفی خون بگیره؟ چرا؟ دهنده همگانی، میده به همه. خب 145 راحت بود بچه ها؟ خدای 145 خیلی 144 راحت بود. صد و چهل و پنج. بچه ها میگه در یه خانواده فرزند پسر اوه، فرزند پسر اوه و دیستروفی داره. بچه ها دیستروفی یه بیماری مثل، دقیقا مثل هموفیلی، وابسته به جنس نهفته است. پسره او، پسره ایکس اچ کوچیک ایگرگ دیستروفیه و او اوه. خب دختره فنیلکتونوری داره، پس پسره فنیلکتونوری سالمه دیگه لابد.
دختر خانوم فنیل کتون اوری داره و بی. خب پس لابد دختر بی او دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه نه ممکنه بی او نباشه، ممکنه بی بی باشه، بی بی باشه. خب دختر فنیل کتون اوریه، پس سالمه به لحاظ هموفیلی. و چیه بچه ها؟ و گروه خونیش ب و فنیل کتونوریه، پیه کوچیک پیه کوچیکه. در صورتی که والدین سالم باشن، اوکی، وقتی بچه ها والدین سالم باشن، حالا من اچ گذاشتم بچه ها اینو، ولی شما دی در نظر بگیریم، از این دی بذاریم اشتباه نشه، پسر دیستروپی داره دختر خانوم. والدین سالمن یعنی مرد و زن جفتیشون چی هن؟ سالمن، ولی چون پسر دیستروفی داره پس یه دونه علل دیه کوچیکو از مادرش گرفته. گروه خونیشون هم میگه مشابهه، درسته؟ چون گروه خونیشون مشابهه بنابراین باید یه برم داشته باشه در هر صورت، ب، درست؟ باید برم داشته باشن دیگه، یعنی ب باشن. خب پس بچه ها حتما ب او هن دیگه جفتیشون. طور دیگه میتونه باشه به نظر شما؟ خب حالا میگه به طور حد کدوم ممکن نیست. پسر فنیل کتونوری، چرا؟ پسره میتونه، اگه این دوتا پیه کوچیک برای دختره بود برای پسرم میتونه و با گروه خونی ب میشه، پس الف میشه. دختره دیستروفی داشته باشه بچه، پدره دیستروفی نداره، دخترش نمیتونه دیستروفی داشته باشه. غلط. دنبال دختر برای وابسته به جنس مغلوب، دنبال دختر بیمار بگردید. اگه بود غلطه. پسر کاملا سالم با آبه، اصلا آ نداریم اینجا، اینم غلط. دختر کاملا سالم با ببه، بله این ممکنه. پس گزینه دو یعنی ب و جیم ممکن نیست بچه ها. بچه ها بریم یه دو سه دقیقه استراحت کنیم بیاین. پدر سالم دختر سالم. نه پدر سالم از نظر بیماری وابسته به جنس مغلوب. یه دو دقیقه بچه ها استراحت میکنیم، برمیگردیم انشالله ادامه صفحه آخر رو انشالله میریم، ما ادامه ماجرا رو. سلامو داریم. خب کدوم نادرسته؟ درباره مردی با گروه خونی او مثبت با قطعیت میتونیم بگیم حداقل بر روی یکی از کروموزومای هسته‌ای شماره یکش پروتئین دی داره. بله، ژن پروتئین دی. بله، میتونیم بگیم. اگر توی خانواده پدر و مادر مبتلا به نوعی بیماری باشن و فرزند سالم باشه، ژن آن بیماری قطعاً بارزه بچه‌ها. چون اگه پدر و مادر مبتلا باشن، اگه این بیماری مغلوب باشه، فرزند چی نمیشه بچه ها؟ فرزند قطعا چی میشه؟ بیمار میشه. پس بارزه. اگر در یک خانواده پدر و مادر سالم باشن و دختر بیمار باشه، اون بیماری نمیتونه وابسته به جنس باشه بچه ها. گزینه سه. چرا؟ بکنیم بچه وابسته به جنس مغلوب باشه، مثل هموفیلی. هموفیلی رو میدونید اگه پدر سالم باشه دختر نمیتونه بیمار باشه. برای وابسته به جنس غالب یا بارز، پدر مادر اگه سالم باشن قطعا پدر مادر مغلوبن دیگه، یعنی پدر مادر ژن نهفتن وقتی سالمن. خب ژن نهفته همش همه فرزندانشون هم چی میشن؟ همه فرزندانشون سالم میشن دیگه، چرا باید بیمار بشه؟ با توجه به بیماری هموفیلیا PKU، از ازدواج هر زن و مرد سالمی با یکدیگر تولد پسر سالم امکان پذیره. نگفته دختر سالما، گفته پسر سالم. بله، هر زن و مرد سالمی که باشن، برای PKU که قطعا میشه، برای هموفیلی هم میتونه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پسر یکسش از پدر میگیره، یکسش از مادر میگیره. پس 146 گزینه 3. 147.
از ازدواج مردی با گروه خونی آبه با زنی سالم، پسری با مشکل مغزی و دختری دارای اختلال در انعقاد خون. کدوم مشکل مغزی؟ نمیدونیم. کدوم انعقاد خون؟ نمیدونیم. دقت کنید بچه‌ها به سوال. کدوم گزینه به طور قطع صحیحه؟ مادر علل نهفته هموفیلی داره؟ نمیدونیم. ممکنه صحیح نباشه. آمینو اسید فنیل آلانین به طور غیر مستقیم سبب ایجاد اختلال در مغز پسر خانواده شده؟ نمیدونیم. شاید هورمون تیسه باشه، کمبود تیسه داشته. نمیدونیم. دختر خانواده در گلوبولای قرمزش پروتئینی مشابه با گلوبولای قرمز پدر داره؟ بله، میوگلوبین. ببخشید، هموگلوبین. امروز حواس پرته ها. شما هم که همراهی نمی‌کنین. هموگلوبین. درسته. حتما درسته. فرزندان این خانواده دارای حداقل یکی از انواع آنزیم‌های آ و ب، آ یا ب، برای ساخت کربوهیدرات‌ها. ما آنزیم برای ساخت نداریم، برای اینکه آنزیم می‌ذاره اون کربوهیدرات‌های آ و ب رو آنزیم‌ها میان می‌ذارن رو غشا. پس اینا غلطه بچه‌ها. دقت کردین؟ هستین همگی؟ 148. فقط بیا رفیق، دیگه داره تموم میشه. 148 بچه‌ها. بیماری A نوعی بیماری وابسته به جنسه. نمیدونیم غالبه یا مغلوبه. کدومش قطعاً صحیحه؟ نمیدونیم غالبه یا مغلوبه. از مادر بیمار فرزند پسر با علائم بیماری زاده میشه. بچه ها این برای مغلوب درسته. خب درسته. از مادر بیمار قطعا فرزند بیمار برای مغلوب. ولی برای غالب چی؟ اگه مادر بیمار باشه برای غالب، مثلا این مادر بیماره، خب پدره رو کاری نداریم، ولی اگه این ایگرگ با این ایکس بیاد پسره چی میشه؟ سالم میشه. پس غلط. فرزند بیمار دارای پدر و مادر، پدر یا مادری الزاما با علائم بیماریه. در صورتی که نه، اینجوری درست نیست. درست شد؟ لزوما به این صورت نیست. از غلط. از مادر و پدر بیمار امکان تولد فرزند پسر بیمار چیه بچه‌ها؟ وجود داره. آها. از مادر و پدر بیمار در مورد مغلوب که داره، در مورد غالب هم داره. بله، اینم مثلا ایکس ای بزرگ بیاد با ایگرگ بازم بیمار میشه پسرشون. پس سه درسته. از پدر و مادر سالم تولد دختری با بیماری مذکور ممکن است یا نیست؟ از پدر و مادر سالم. بچه اینجا نکنی، مثلا مغلوب باشه بیماری، پدر و مادر سالم باشن. درست شد؟ اگه برای مغلوب پدر سالم باشه دختر بیمار میشه؟ نه. پس غلط. سر چلو؟ نو. سوال ساده بود. سوال گنده فقط 150 که داده، اینم ساده است. مردی با گروه خونی A مثبت دچار مشکل انعقاد خونه. چه مشکل انعقاد خونی؟ نمیدونیم. شاید ویتامین کا نداره. شاید مشکلی در روند انعقاد خونش غیر از بحث هموفیلی داره. خب حالا نارو عصبانی شدم. یه در رابطه با این مرد با قطعیت بگیم آیا بر روی هر کروموزوم شماره یک این فرد، هر کروموزوم شماره یک، علل مربوط به ساخت آنزیم A، یک آنزیم A قیمه رو ریخته تو ماستا. غلطه. چیه این؟ بر روی کروموزوم جنسی بزرگترش علل نهفته مربوط به فقدان. خب نمیدونیم هموفیله یا نه، چه میدونیم؟ گلوبولای قرمز هسته دار آن، گلوبولای قرمز هسته دارش. اوکی، مثلا فکر می‌کنیم نابالغ. منشأ سلولی متفاوتی با سلول‌های خونی سازنده ماکروفاژهای بافتی. اینا چی ان؟ مونوسیت. نه، منشأ گلوبولای قرمز هسته دار با مونوسیت یکی ان. حالا من هسته دارش نمیدونم چرا نوشته. چهار درسته. رنای بالغ رونویسی شده از ژن رمزکننده پروتئین دی توسط ریبوزوم‌های سطح شبکه اندوپلاسمی ترجمه میشه. بله بچه ها. چرا؟ به خاطر اینکه پروتئین دی میخواد بره رو غشا بشینه. بنابراین شبکه اندوپلاسمی و دستگاه گلجی رو میره بیرون. از چهار درسته. آخری. The last one.
خاک کنیم تو کفش استاد مراتیان البته، و انتا دبیر خوب زبان دیگه. از ازدواج مردی که دارای علل بیماری مربوط به شایع ترین نوع هموفیلیه، بچه‌ها یعنی چی؟ یعنی آقای بذار اینو ببریم کمی پایین‌تر. آها پایین‌تر. یعنی آقای ایکس اچ کوچی چرا اینطوری؟ خب مرد ایکس اچ کوچیکه. خب با فردی ناقل این بیماری ازدواج میکنه، ایکس اچ بزرگ، ایکس اچ کوچیک، دختری سالم میده آبه مثبت، پس این آ داره اینم ب داره حتما. این دختر برادری داره که در سطح گلوبولای قرمزش تنها یه نوع از کربوهیدرات‌های گروه خونی آبه او رو بروز میده. درست شد؟ یعنی یا آ داره یا ب داره. بازم نمیتونیم اینا رو تعیین کنیم درست حسابی. درست شد؟ نمیتونیم. و فاقد محصول نوعی ژن واقع در بلندترین کروموزومای خود در سطح خارجی قشاه فسفولیپیدی یاخت‌های بدون هسته خون خوده. آقا منفی دیگه، چرا اینقدر دور میزنی؟ پس اینا بچه‌ها آبه مصفه، اینا منفی هن. یعنی دیگه کوچیک دیگه کوچیک هن. دیگه کوچیک دیگه کوچیک. اگه پدر و مادر از نظر دیگر بیماری ها سالم باشن، کدوم بیماری ها؟ مثلا کوررنگی. بچه کوررنگی هم این هموفیلی چیه؟ وابسته به جنس مغلوبه دیگه، درست؟ خب وابسته به جنس مغلوب اگه اینا بخوان سالم باشن باید علل سلامت رو داشته باشن. این مثلا کوررنگی رو بگیریم دی، این دی بزرگ باشه، این دیه خب طبیعتا پس این اچ کوچیک با دی بزرگه دیگه، این دی کوچیکه، درست شد؟ کدوم گزینه فرزندی رو توصیف میکنه که هیچ کاه نمیتونه از این پدر مادر به دنیا بیاد؟ خب یک، فردی در آینده بالغ و سالم از نظر دیگر بیماری ها، بله میتونه سالم باشه، مثلا ایکس اچ، اچ بزرگ دی کوچیک بیاد با اچ کوچیک دی بزرگ. فاقد غدد جنسی در حفره شکمی چی بچه ها؟ مثلا چی داره میگه غدد جنسی؟ مثلا اون کسی که پسره، یعنی فاقد غدد جنسی در حفره شکمیه دیگه، درست شد؟ یعنی پسره. با گروه خونی او منفی و محدود شده در برابر مصرف رژیم فنیل آلانینی میتونه مثلا چی باشه؟ میتونه پی کی یو باشه و مبتلا به کوررنگی. بله ناکنین بچه ها، مبتلا به کوررنگی. فردی با قابلیت تولید استروژن پروژسترون، دختره بیچونده، فقط با گروه خونی آ میتونه، و ناخالص از نظر نوع هموفیلی و ناقل کوررنگی. بله بچه ها میتونه اچ کوچیک دیه بزرگ، اچ بزرگ دیه کوچیک، اچ کوچیک دیه بزرگ باشه. اینم میشه. پس اینا هیچ کدوم نمیشه. فردی در آینده بالغ و سالم از نظر دیگر بیماری ها با توانایی تولید گامت در خارج از غدد جنسی، یعنی چی بچه ها؟ توانایی مثلا یه خانومی باشه، این بی مثبت خالص باشه و بیمار از نظر هر دو بیماری هموفیلی کوررنگی. بچه این دیگه کاملا غیر صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه این دیه بزرگ اچه کوچیکه، این دیه کوچیک اچه بزرگه، هیچ وقت اچه کوچیک و دیه کوچیک با هم روی کروموزوم قرار نمیگیرن که دوتاشون بیان بشن یه ایکس ایکس مثلا دیه کوچیک اچه کوچیک. درست شد؟ این از این. فردی بیمار از نظر نوع از نظر هموفیلی و سالم از نظر کوررنگی، پس سه بچه ها جواب صحیح ماست. این هم دختری میتونه باشه، فاقد هر گونه عوامل مربوط به دو نوع گروه خونی آب او و آر اچ، منفی باشه و او باشه. گزینه سه. مرسی بچه ها، خسته نباشید همگیتون، خدا قوت. امیدوارم که استفاده کرده باشید. سوالات اصلا استانداردی نبود، به هیچ عنوان سوالات استانداردی نبود، بعضا که غلط هم داشت. امیدوارم که حالا حداقل ژنتیکاشو یه جوری انقدر تمرین کنیم با هم که بتونیم دیگه ژنتیکا رو همینجوری با چشم، گرچه که به نظر من همچنان باید ژنتیکا رو ما بنویسیم، اما در کل و
بعضی از عبارت های ژنتیکو کامل بدون نوشتن هم میشه حل کرد. گیاهی میره رسید تمام شد. خوش از گیاهی. خوش باشین بچه ها. خدا نگهدارتون. اعتماد صدا.